خانم فرشته امیر احمدی با موضوع روز جهانی انسان دوستی برامون سخنرانی خواهند کرد. در خدمتشون هستیم. بفرمایید خانم. دوستانی که در جلسه حاضر هستن و دوستانی که از طریق خالتاک همراه هستن با ما، موضوع سخنرانی من روز جهانی انسان دوستیه و شاید برخلاف روال عادی سخنرانی هامون، من نمیخوام از تعریف انسان دوستی یا اینکه چرا نامگذاری شده این روز به نام انسان دوستی شروع بکنم. میخوام یه داستانی رو براتون تعریف بکنم که خودم شاید ماجرا بودم و بعد دلیل تعریف کردن این داستان رو براتون بگم. سال 91 من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم. جلوی دانشگاه سوار تاکسی شدم که برم خوابگاه. من که نشستم، همزمان با من یه آقای سوار تاکسی شدن، جلو نشستن. یه کت شلوار خیلی شیک، برند خیلی معروف، گرون. حالا ساعتشون، کفششون کاملا معلوم بود که آقای خیلی به لحاظ مالی استیبل و اوکی هستن. نشستن، داشتن با تلفنشون صحبت می‌کردن و مکالمه این شکلی بود که به کسی که اون طرف خط بود ایشون میگفتن که این مشکل من نیست، شما با مشکلتون خودتون حل کنین، من براتون شماره حساب فرستادم، 30 میلیون به حساب من واریز کنین، من میرم بیمارستان نمازی میگم که فردا صبح پسر 14 سالشون رو عمل میکنم، در غیر این صورت من امروز بلیط برگشت دارم و برمیگردم تهران. ظاهران از اون طرف خط اون آقایی میگفتن آخه 30 میلیون مبلغ زیادیه و خب شاید حتی همین الان هم 30 میلیون مبلغ کمی نیست با این شرایطی که تو ایران هست، چه برسه به سال 91. و این دیالوگ ادامه داشت تا اینکه ایشون گفتن که نه، من تا نیم ساعت صبر میکنم، اگر واریز کردین که کردین، اگر نه من بیمارستان نمازی اطلاع میدم که من دیگه پزشک فرزند شما نیستم و این دستمزدی که شما باید برای من جدا بریزین و ربطی به هزینه بیمارستان نداره. پیاده شدن، جلوی بیمارستان نمازی پیاده شدن و بچه‌ای که شیرازی می‌شناسن میدونن من رفتم خوابگاه پیاده شدم و اولین فضای سبزی که توی خوابگاه بود من نشستم گریه کردن. اینکه این اتفاقات توی ایران میفته و من به خاطر حداقل من خودم به خاطر شرایطی که پدرم داشتن بیمار بودن سالها همیشه باش درگیر بودم، زیر میزیایی که پزشکان میگیرن، حق به قول خودشون دستمزدی که میگیرن جدای از بیمارستان، همیشه این چیزا بود، ما میدیدیم، ولی خب نه این مدلی بازه، نه اینجوری که 4 نفر دیگه تو اون تاکسی هستن و اصلا برای این آقا مهم نبود که بقیه دارن چی فکر میکنن، چی جوری نگاهش میکنن و برای من واقعا عجیب بود که جامعه ما داره به کجا میره. مایی که ادعای فرهنگ 2500 ساله داریم، مایی که خودمون رو مهمون نواز میدونیم، مایی که خودمون رو انسان دوست میدونیم، همیشه میگیم که کسایی که جامعه غرب زندگی میکنن بی عاطفن و واقعا خیلی برام جالب بود. و اینکه بین تمام چیزایی که این مدتی که برای سخنرانی داشتم سرچ میکردم پیدا کردم توی اینترنت، این داستان برای من خیلی از همه جالب تر بود به خاطر اینکه اصلا قبح قضیه هم ریخته. اینکه ما صرفاً به خودمون فکر میکنیم و برامون مهم نیست برای کسی که روبروی ما هست چه اتفاقی میفته با کاری که ما میکنیم. و بعدش که داشتم سرچ میکردم خوردم به یه مقاله‌ای که توش نوشته شده بودش که توی ایران این کار تحقیقاتی یه گروه جامعه شناس بود و در آخر توی نتیجه گیریشون گفته بودن که توی ایران وقتی یه سری اتفاقای بزرگ میفته، مثل بلایای طبیعی، مثل زلزله، مردم خیلی سریع داوطلب میشن که کمک بکنن به کسایی که قربانی این حادثه شدن، اما توی مسائل خردتر، توی روابط اجتماعی نیاز به انجام کارهای انسان دوستانه توی کسایی که توی ایران زندگی میکنن کاهش پیدا کرده و ما این رو داریم هی به مرور میبینیم که داره کم میشه. و برام جالب بود که اینو بگم. شاید وقتی که داریم راجع به انسان دوستی صحبت بکنیم، من خودم برنامه‌ام این بود که بیام اینجا با یه شعر شروع بکنم و بعد از زیبایی‌های این واژه بگم، اتفاق‌های قشنگی که توی دنیا میفته. اما بعد نگاه کردم دیدم که من 2 سال عضو کانون هستم، همیشه میایم راجع به مشکلات سیاسی جامعه صحبت می‌کنیم.
بلایی که دولت مردا سر مردم ما میارن، سر ما آوردن، ما آواره شدیم، ما اومدیم توی جامعه‌ای که همه چیش برای ما غریبه به خاطر مشکلاتی که توی کشورمون وجود داره. اما واقعا ما چقدر میپردازیم به مسائل فرهنگی که توی جامعه‌مون اتفاق میفته؟ توی این مقاله نوشته شده بودش که جامعه شناسان یک نظریه‌ای دارن به عنوان نظریه یادگیری اجتماعی. این نظریه میگه که رفتار انسان‌ها در نتیجه یادگیری‌های پیشین اتفاق می‌افته. به این معنی که وقتی که شما به عنوان یک انسان در یک موقعیتی قرار می‌گیرید، یک رفتار خاصی رو یاد می‌گیرید و بعد از اون در پی تکرار اون رفتار، این رفتار براتون تبدیل میشه به عادت. و اگر در همون موقعیت خاص قرار بگیرین یا موقعیتی مشابه اون، سعی میکنین که اون رفتار خاص رو بروز بدین چون براتون عادت شده. و از طرفی این اندیشمندان نظریه یادگیری اجتماعی میگن که انسان دوستی هم ریشه در یادگیری پیشین داره. بنابراین این موضوع بر نمیگرده به حکومت ما، این موضوع بر نمیگرده به دولت ما. ما مشکلات اقتصادی داریم تو جامعهمون، درسته، اما واقعا چند تا از ما وقتی که میخوایم یه دونه شال اضافه بخریم بذاریم توی کمدمون، به این فکر میکنیم که من میتونم این 20000 تومن رو به یک خیریه کمک کنم، میتونم به یک کودک سرطانی کمک بکنم. از این 20000 تومن، 20000 تومن ها ما یه مؤسسه خیریه به نام محک داریم. ولی واقعا وقتی که شما میرین تو اینستاگرام صفحه محک رو باز میکنین، چقدر فالوور داره در مقایسه با امیر تسلم، در مقایسه با صدف بیوتی؟ ما به کجا داریم میریم؟ چرا داره این اتفاق میفته؟ چقدر به فرزندتون یاد میدین که میتونه بیسکویتی که داره رو با کسی که کنارش نشسته شیر کنه؟ اصلا راجع به این چیزا با بچه‌هاتون صحبت میکنی؟ شمایی که هر کسی رو میبینی، هر زوج تازه‌ای رو که میبینیم بهشون میگی میخوای بچه دار بشی؟ قراره بچه دار بشیم چه اتفاقی بیفته؟ من نگاه کردم دیدم که پارسال انجمن وکلای اروپا جایزه حقوق بشر رو تقدیم کردن به 4 وکیل زندانی در ایران، به نسرین ستوده، به امیر سالار داوودی، به عبدالفتاح سلطانی، به محمد نجفی. نسرین ستوده وکیلیه که دفاع میکنه از کسانی که برای امنیت در جهان تلاش میکنن، در ایران ما تلاش میکنن و الان محکوم به 33 سال زندان، تحمل 148 ضرب شلاق. امیر سالار داوودی از سال 97 بازداشته، هنوز نتونسته با وکیلش صحبت بکنه. آقای نجفی به 10 سال زندان محکوم شد، در سال 97 در زندانه. اینا همه وکیلن، وکیل کسانی که سعی میکردن آرامش رو برای ایران هدیه بیارن، آزادی بدن به مردم ما، دفاع بکنن از کسانی که فعالیت‌های مدنی میکنن. ما در ازاش چیکار میکنیم؟ ما نمیتونیم بهشون جایزه حقوق بشر بدیم، اما ما بهشون مدیونیم. شاید با اینکه خودمون یاد بگیریم و به فرزندانمون یاد بدیم بتونیم این دین رو ادا بکنیم. همیشه لازم نیست بریم توی خیابون شعار بدیم مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر این، مرگ بر اون. شاید گاهی لازمه اصلا یاد بدیم به خودمون، به فرزندانمون که انسان باشن. این انسانیت در جامعه ایرانی ما داره کاهش پیدا میکنه. توی یه سایت ایرانی، توی ویکی‌پدیای فارسی، وقتی که شما انسان دوستی رو سرچ میکنید، بعد از تعریف انسان دوستی، بعد از اینکه چرا این روز به این نام نامگذاری شده، خوشبندش نوشته تو آمریکا کمک کردن انسان دوستی یه سابقه طولانی داره. اکثر دانشگاه‌هایی که توی آمریکا تأسیس شدن با کمک مالی خیرین تأسیس شدن. با کمک مالی خیرین دارن ادامه میدن به فعالیت علمیشون. آمریکا جایی که ما میگیم مردم اونجا بی عاطفه‌ان. ولی تو ایران داره چه اتفاقی میافته واقعا؟ بچه‌ای که بزرگ میشه همه جور جشنی داره. جشن اولین دندونش، جشن اولین لغتش. واقعا نمیشه گاهی اینا رو کم کرد؟ مایی که اینجا هستیم چقدر داریم میبینیم که آلمانی ها با ما مثل ما توی با افغانی ها رفتار نمی کنن. ما توی ایران با افغانی ها چجوری رفتار میکنیم؟ اگر قرار بود که ما به اونها به عنوان متخاصم نگاه بکنیم، تو آلمان هم میتونه این نگاه برای ما ایجاد بشه. و من فکر میکنم که این برمیگرده به خود ما، این ماییم که باید این موضوع رو درست بکنیم. و اما روز جهانی انسان دوستی 19 آگوسته. در سال 2003 19 آگوست دفتر سازمان ملل به خاطر یک انفجار که با بمب اتفاق میفته منفجر میشه، 21 نفر به همراه دبیر ویژه سازمان ملل در اونجا کشته میشن و از اونجایی که دبیر ویژه سازمان ملل در اونجا سرجیو ویلا دی ملو که ملیت برزیلی داشته هم کشته میشه و این فرد خیلی
فرد مهمی بوده در انجام اقدامات انسان دوستانه. 5 سال بعد از اون طی قطعنامه سازمان ملل متحد این روز رو به نام روز انسان دوستی نامگذاری میکنه که شاید مبنایی باشه برای شروع فعالیت‌های بیشتر انسان دوستانه چه در عراق چه در کل جهان، و این روز رو بهانه‌ای بکنن برای تجلیل از کسانی که در این راه چون خودشون رو از دست دادن یا همچنان دارن مبارزه میکنن برای اینکه امنیت، صلح، آزادی برای جهان برمقام بیارن. ممنون که گوش دادیم. خیلی ممنون خانم امیررحمتی. آقای گلزار فکر کنم تو پالتاک باشم. بله هستم. آره تو دیگه اگه میخواد صحبت کنم ببخشید من اومدم بس. نه اگه سوالی هم باشه من بپرسم. جناب گلزار من میتونم اجازه بدین ببخشید اگر که صحبتی دارید حالا جناب گلزار یا دیگر دوستان در جلسه در رابطه با صحبت های خانم امیررحمتی. اوکی آقای قضایی شما بفرمایید. من حقیقتا یه تجربه مشابه شما داشتم. توی یه صفی تو تلکابین بودیم خواستیم بریم بالا، یه پسر 18 ساله بود دم کنکورش بود، اصولا تو سن همسن ساله خودم. این داستانی که داریم میگم برمیگرده سال 85 تا 88 زمانی چه نه بودم دانشگاه داریم میخونیم. گفت آره برای دانشگاه داریم میخونم. گفتم چه رشته ای؟ برام جالب بود چه رشته ای میخونم. گفت دندون پزشکی. گفتم این همه برام عجیب‌تر شد. گفتم چرا دندون پزشکی؟ گفت آخه دو تا دندون درست کنم پول 236 توش در میارم. واقعا تأسف خوردم برای دید یه بچه 18 ساله که میخواد مردم رو فقط به شکل اسکناس میبینه و الان هم مهندسای ما هم دکترای ما و همه فقط به خاطر پول دارن کار میکنن و برای به قول خودمون مردم هیچ کاری نمیکنن. خیلی کم شده تعداد نفراتی که برای دیگران بخوان برای رفاه حال دیگران کاری کنن. به قول من باید از خودمون شروع کنیم تا به دولت اعتراض کنیم. اول خودمون رو باید بسازیم تا بعدش بتونیم دولت بسازیم. خیلی ممنون از شما. دوستان دیگه در جلسه اجرا بکنن. بنابراین مشکلات همش زیر نظر دولته که این حالت رو به وجود آورده، این تورم یا این گرونی یا هر چیزی که اون طمع و اون بلا و در افراد به وجود آورده که دنبال منافع بیشتری باشن و پول بیشتری. نمیتونم اینو قبول بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه شما این عدم انجام کار انسان دوستانه رو توی ایران، تو جامعه ایرانی، تو کسایی میبینید که به لحاظ مالی نه تنها استیبلن، تو سطح بالایی قرار دارن. من براتون یه مثال میزنم. من توی آزمایشگاه خصوصی کار میکردم با دکترایی که حداقل همشون توی یه برج میشستن تو شمال تهران، ماشینای شاسی بلند داشتن، نه یه دونه، حداقل توی هر خانواده‌شون دو تا ماشین بود اگه فرزند بزرگ نداشتن. یه روز یه آقای اومد توی آزمایشگاه و جواب تست هپاتیت B بچه‌شو می‌خواست بگیره. یه اشکالی در پذیرش ایشون ایجاد شده بود. موقعی که اومد جوابو ببره متوجه شده بود صداشو برد بالا. پزشک آزمایشگاه ما اومد بیرون، سعی کرد آرومش بکنه چون به هر حال برای بچه آزمایشگاه خوب نیست. رفت اتاق و از من خواست که جوابشو ببرم که سریع امضا کنه براش بیارم. من جوابو که بردم تو، دیالوگ سوپروایزرمون با پزشک آزمایشگاهمون این بود. جوابو نگاه کرد، تست آنتیژن رو به جای آنتی‌بادی اشتباه دید. آنتیژن وقتی مثبت یعنی مریض بیماره. آنتی‌بادی وقتی مثبت یعنی مریض مصونه. ایشون خیال کرد که جواب آنتیژن مثبته. با یه لذتی گفت عیب نداره، حالا میای 2 روز دیگه اینجا یه وقت خرج کنی جواب آزمایش های بچه تو ببری ببینی داروهاش داره جواب میده یا نه. من شوک شدم، یه نگاه کردم گفتم آقا دکتر آنتیبادیش مثبت مریض نیست. چرا یه آدمی که این همه پول داره باید به این فکر بکنه که این میاد تو آزمایشگاه من خرج بیماری بچهش میکنه و من از این طریق پولدارتر میشم؟ ما
پاره انسان دوستانه رو تو ایران خیلی موقعا میبینیم کسایی انجام میدن که خیلی به لحاظ اجتماعی اقتصادی طبقه بالایی ندارن و کاملا داره تو ایران برعکس میشه، به خاطر اینه که مردم این فکره رو دیگه ندارن. ما تبدیل شدیم به آدمایی که هر روز میخوایم بیشتر به دست بیاریم. شاید همتون این داستان رو توی تلگرامتون توی اینستاگرامتون خوندین که یه قهرمان گلف توی آرژانتین وقتی که جایزش رو میگیره توی اون مسابقاتی که شرکت کرده بوده جایزه نقدش رو میگیره، یه خانومی میاد پیشش با اشک و زاری و التماس که من یک بچه کوچیک دارم که سرطان داره و مخارج سرطانش رو نمیتونم پرداخت بکنم. این آقا تمام جایزش رو میده به این خانم. یک هفته بعد خبرگزاری ها مینویسن که این خانم مثلا بچه نداره و اولین جمله که این آقا به دوستش میگه وقتی بهش میگه خبر بد برات دارم، میگه این که خبر بدی نبود، خیلی خوبه که بچه مریضی وجود نداره. ما اینجوری فکر میکنیم؟ اولین چیزی که به ذهن ما به ایرانی ها میرسه اینه که سرم کلا گذاشت میرم پیداش میکنم میگیرم. ببینین شاید موقعی که ایران بودم، من دو سال نشده اینجا، میبینم من وقتی دارم راه میرم تو خیابون یه آقای کنار من رد میشه، یه خانمی رد میشه، لبخند میزنه، خیلی موقع ها سلام میدن. شما تو محل کارتون تو ایران ممکن بود به رئیستون سلام کنین، اون روز حوصله نداره یه سر تکون بده، شاید هم نده. من وارد یه مؤسسه ای شدم، یه آقای کاجاقای نشسته بودن با ریش و پولی دبدبه کپکپه، سرشون رو بالا نکردن چه برسه به جواب سلام منو بدن. قرار بود با من کار اداری انجام بدن، یعنی ما قرار بود با هم دیالوگ داشته باشیم. چرا؟ ما اینجا ایرانی ها خودمون همدیگر رو میبینیم، رومون رو بر میکنیم که همون نبینیم. چرا؟ من فکر نمی کنم این ربطی به طبقه مالی ما این که چون تو ایران مشکلات اقتصادی زیاد شده داره میافته، نه، فکر میکنم به خاطر اینه که ما اصلا ما کم کم داریم این حسه رو از دست میدیم. ما اینجا با آقای شفایی یه دوستی میگه من احترام میذارم به خاطر اینکه من وقتی میرم هانوفر یه جایی داشته باشم اگه قرار شد شب بمونم بخوابم. واقعا به نظرتون این قشنگه؟ ما شبیه ابزار از هم استفاده میکنیم، کارمون تموم میشه، همدیگر رو میذاریم کنار. شاید این همه جامعه ما رو در بر نگیره، اما متاسفانه اکثریت جامعه ما رو در بر میگیره و کشوری مثل ترکیه عنوان سخاوتمندترین کشور جهان رو میگیره برای کمک‌های مالی و غیر مالیش به همه مردم دنیا. ترکیه همسایه ماست. خب خیلی ممنون. یکی دیگه از دوستان صحبتی داشتن، بفرمایید. فقط سریع و خلاصه چون جناب بارزان خیلی وقت منتظرن، ولی خب چند دقیقه من وقت دارم. اول که خیلی خوشحالم که در جمع حضور دوستان عزیزان هستم، برای اولین بار میام ولی مطمئنم برای آخرین بار نخواهد بود. من فکر میکنم سخنران عزیز محترم خانم امیر احمدی اگر درست بگم، بله، ایشون فریادی به گوشه سخنان دل من بیان کردن، منتها یک گوشه از اون قسمتی که من به اصطلاح در فکر و ذهنم هست ایشون بهش اشاره کردم که به شکل سوال بخواستم مطرح کنم. درسته شما گفتیم ما درد مشترکی به بایستی فریاد مشترک براریم به با هم کار کنیم، خصوصا تو زمینه های دموکراتیک به شرط دوستانه و به دور از تعصبات فکری ایدئولوژیک و مذهبی و نژادی. این بسیار پسندیده است و مدرن است و خوشبختانه راهکردهای صحیح رسیدن به اهداف انسانی است. بسیار خوشحالم خصوصا تو عرصه‌های کمک و همکاری به بچه ها، زن ها به ویژه و خردسالان و بزرگسالان مسلمین منظورم است. ببخشید من سخنان خوب نیستم ولی امیدوارم که منو بفهمید منظورم چیه. چیزی که سوالی که برای من ایجاد میشه اینه که خانم امیر احمدی شما به عنوان یه فعال سیاسی که درک من این هست، چرا فردهای واسطای مثلا احقاق اهداف والایتون پیش رو دارید؟ تجربه 30 ساله من در کنار گوشه فعالیت دموکراتیک به من اینو اثبات کرده که بدون برنامه، بدون داشتن یک طرح صحیح و بسیار دموکراتیک که نظر جمع رو تأمین بکنه، ما در حد یک شعار باقی می‌مونیم. صحبت شما بسیار زیبا بود
ولی تا زمانی که یک برنامه ریزی خاصی نداشته باشه توی یک کادر چارچوب صحیح و منظم نمیشه مثل توی یک پلاتفورم در نیاد یا مثلا سازماندهی نشه به اجرا نشه، به دنبال اجرای صحیح اجراش نشیم، من فکر میکنم متاسفانه تو فضای بسیار آزاد میمونه و بیشتر اندوه رو به دنبال داره. من براتون آرزو محفوظیت میکنم و منتظر هستم که برنامه های اجرایی تو بیدیم و خود مرسم حالا کاندیدات میکنم، نه به خاطر پیش عضوی یا عضو بودن، فقط همکاری میتونم بکنم با دوستان عزیزانی که اینجا هستن. یکایک و توانمندیم بسیار ضعیفه، یک فرد مثلا ثروتمند نیستم، ولی خود ما ثروتمند میدونم چرا که همین که دارم ازش راضی هستم و فکر میکنم در کنار دوستان میتونم تقسیم کنم. خیلی ممنونم که پاسخ سوال من رو در گفتگوهای بعدیتون ممنونم. خیلی ممنون از شما. اولش هم گفتم شاید این از یک خانواده شروع میشه، از اینکه ما به بچه‌مون یاد ندیم که اگر یک کتونی گرونتری پاشه نسبت به همکلاسیش برتری داره، نسبت به دوستش برتری داره. اگر داره کسی رو میبینه کنارش که تو داره غذا میخوری اون نداره بخوره، نصف کن باهاش. ما داریم این چیزها رو فراموش میکنیم. برتری ما شده مادیات متاسفانه، و من فکر میکنم که اگر ما اینجا داریم، من تلفنی اگر با خانوادم حرف میزنم به جای اینکه بگم دولت یعنی این کارو برای مردمش میکنه، اون کارو میکنه، بگو مردم هم برای همچی کار میکنن. تو دوران کرونا ما یک انجمن خانوم ها داریم توی برانچ باک توی شهرمون، جمع شدن برای پناهنده های یونان ماسک دوختن. ما خیلی ایرانی داریم توی برانچ باک، فکر میکنیم چند تا ایرانی اومد موقعی که ما فراخوانش رو زدیم توی گروه ایرانیامون؟ یک نفر و من. اون یه خانمی که اومد 20 خورده ای سال آلمانه، ولی موقعی که فراخوان زدیم روز جهانی زن جشن داریم تو فلان سالن، همه اومدن. این نیاز به آموزش داره که مادیات تو رتبه اول قرار نمیگیره. شاید یه روزی شما توی این چرخه قرار بگیریم و کسی بهتون کمک نکنه، این کارما نیست، این انتقام خداوند نیست، این به خاطر اینکه شما زنجیره یادگیری اجتماعی رو قطع کردین، یک جایی این کار رو انجام ندادین، اون کسی که در حقش این کار رو انجام ندادین دچار ترس شده، دچار عدم امنیت شده، دچار گرفتاری مالی شده، این رو از شما یاد نگرفته و وقتی خودش توی این موقعیت قرار گرفته این کار انجام نمیده. خیلی ممنون. خیلی کوتاه آقای عادل، شما هم لطفا بفرمایید در خدمت هستم. همراهی کنم با دوستان ایشون. اونجا از خانواده باید شروع بشه، کاملا درسته، چون که اون دولت مرده این که سایه پرستان از یه خانواده میدید و وقتی نهایتا از توی خانواده از خانواده که میان باهاشون کار شده باشه از بچگی و اونجور تربیت شده باشن، وقتی که بزرگ میشن و رأس کار قرار میگیرن، از اون تعلیمایی که دیدن استفاده میکنن. پس خیلی مهمه که از توی خانواده شروع بشه، یاد بگیرن که حالا بعدم حالا هر چی که باشه، هر دولتی باشه، همینجا الان همین دیگه بخده. الان 40 سال ما از انقلاب گذشته و کسایی الان که سر کار هستن به هر حال یه سری هاشون بعد از انقلاب بودیم و درست دارن، اونا هم توی جهتی میرن که نباید و دقیقا توی مسیری که فقط به فکر پول باشه، فقط به فکر ثروت در آوردن شخصی باشه. اگه بشه یاد بگیرم که هدف زندگی کردن باشه، نه که پول در آوردن. این میتونه که خیلی راحت‌تر باشه در آینده وقتی که بچه‌ها بزرگ میشن که این مشکلات نداشته باشه. این آقای دکتری که شروع گفتن فقط اون اسکناس نگیم، اون خدمت اصل کار باشه، اون هدف اصل کار باشه، چون به هر حال وقتی که کار درست انجام میشه خودم به هر حال میاد. حالا میدونم وقت نداریم زیاد، بیشتر وقتتون نمیدونم، ما چرکم.
ممنون از شما. خب دوستان عزیز، جناب گلزار خیلی وقت هستیم منتظر هستن تا مایک رو در اختیارشون بگذاریم، ولی قبلش من یک سوال از جناب گلزار بپرسم که آیا میخواید در رابطه با صحبت‌های خانم امیر احمدی صحبتی داشته باشید یا سخنرانی خودتون رو ارائه کنید؟ حالا من مایک رو براتون آزاد میکنم، لطفا من رو راهنمایی بفرمایید، چون ما میخواییم قبل از اینکه پس در رابطه با صحبت‌های خانم امیر احمدی لطفا صحبتاتون رو بفرمایید. بعد یک میان برنامه داریم، یه هنرمندی رو اینجا در خدمتشون هستیم جناب آقای حاجی رو، و بعد برمیگردیم مجددا با سخنرانی شما جناب گلزار. بفرمایید، مایک براتون آزاد است. دست در دست
من اینه که در عرض سالهای گذشته خانم امیرحمدی تنها نیستن. بسیاری از عزیزانی به این جمع اضافه شدن که در زفنشون ساختن خود و ساختن دیگری. امید که در این کوششی که ما میکنیم و کوششی که بقیه در زیر تاریکی استبداد انجام میدن باعث بشه که جلگرمی یک گسترش پیدا کنه، اولین جلگرمی است که استبداد برود حقوق مداری جایگزین اون بشه، استبداد برود آزادی بیاد. مجددا از درد و دلی که کردی و از احساسی که نشون دادی خانم محترم تشکر میکنم. من میکروفون آزاد میکنم، موقعی که وقت من شد صحبتم رو اصطلاح خواهم کرد. مرسی آقای گلزار، خیلی ممنونم از تاییدتون، از حرفتون. امیدوارم که امروز این مبحث یه جرقه کوچیکی باشه برای اینکه حتی اگر ما اینجا پناهنده ایم، حتی اگر حقوقای کم میگیریم، من دارم این کار میکنم پس شدنیه، یه مبلغ کم ماهانه بذارین کنار، سرچ بکنین مؤسسایی که تو ایران دارن تلاش میکنن. من مؤسسه مهرآفرین رو میشناسم، خانه ایبی رو که برای بچه های پروانه کار میکنه میشناسم، مؤسسه محک، خب خدا رو شکر محک وضعش خوبه، بچه هایی که هنوز سرطانی هم و تحت پوشش محک نیستن رو میشناسم. من ماهانه مبلغ کمی میذارم، شاید یه روزی به یه نحوی بتونم به دستشون برسونم. امیدوارم این کار رو بکنین و به خانواده هاتون تو ایران، کسایی که استطاعت مالی دارن، معرفی بکنین. نذارین این اتفاق بیفته، نذارین شما برای بچه هاتون بیشترین کارا رو انجام بدین، بهترین چیزا رو بخرین و یه بچه‌ای تو حسرت داشتن یه دونه بلوز باشه. من فقط یه چیزی رو بگم خدمت منظرت اجازه دارم؟ این که فهمیدید که مبلغ رو کنار میذارید، من یادم برای دانشگاه امریکایی پذیرش می‌خواستم اقدام بکنم، بعد رزومه‌مو که بهشون دادم نشون دادم، این شخصی که می‌خواست کار من انجام بده ایرانی از امریکا برگشت به من گفتش که خب تو رزومت من دارم می‌بینم که شما نوشتی هوبی من اینه، ورزش دوست دارم، این کار دوست دارم، عضونم توی مونگیزی دیگه هستم، خب دیگه چی کار می‌کنی؟ گفتم من عضو جبهه سبز هستم، محیط زیست هستم، عضو دانشگاه کار توی شورای کتاب کودک کار میکنم برای مثلا خیلی فلان. تو اصل قضیه داوطلبان کار کردن انسان دوستانت رو ننوشتی که برای ما خیلی از حائز اهمیت توی یک رزومه. رفتی موبیت رو واسه من نوشتی؟ خب من نمیدونه، برای اینکه اینجا رسم نیست، فرهنگ نیست. من اینو بنویسم مثلا فرض کنم ممکنه کارفرما هم که خب من چه ربطی تو عضو فلانجه اینجا خیلی فهم کنم. گفت نه، اینجا یکی از چیزهای بسیار مهم از اهمیته، کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه که شما انجام میدی برای ما بیشتر اهمیت داره تا شما بگید آقا من چیر دوست دارم. آقای چه حقیقی اصلا برخلاف این که به ما یاد دادن که نگین اگه کار خوبی میکنین ریا میشه، به نظرم بگین بذارین دیگران یاد بگیرن. چرا نباید بگیم؟ من از سال 82 که تو بیمارستان 84 که تو بیمارستان مفید کار میکردم، هنوز و همچنان برای بچه های سرطانی بیمارستان مفید پول میفرستم. چرا نباید بگیم؟ اونجا بچه های وجود دارن که تحت پوشش محک قرار نگرفتن هنوز و والدین این بچه ها رو میارن تو مفید توی بیمارستان آموزشی، این بچه ها رو میکنن موش آزمایشگاهی. من اینا رو دیدم، از این بچه انقدر آزمایش مغز ماینوخا میگیرن به خاطر اینکه پزشک یاد بگیره چجوری این کار بکنه. این کار هر آن امکان داره اون بچه رو فلج بکنه. اگه توی بیمارستان خصوصی بود این کار باش نمیکردن. خواهش میکنم این کارا رو بکنید و اتفاقا فریادش بزنید، هیچ اشکالی نداره. بفرمایید. دوستان این که خانم امیرحمدی میگن ماهانه میتونیم یه مبلغ جزئی رو کنار بذاریم، دقیقا همینطوره و من کاملا باش موافق هستم. من از خیلی سال پیش، البته که من پول زیادی اصلا نمیدم، من حالت یه پیک هستم که به دلیل اینکه خب به خاطر شغلم، به دلیل شرایط خانوادگی، دوستای آشنای زیادی دارم و مثل یه پیک برای این پولا رو خورده خورده کوچولو کوچولو از آدمای مختلف جمعش میکنم و خب میرسونم به اینا. هستم اینا 22 تا بچه هستن که توی خیابون ولیعصر راه آهن روبروی مهدیه تهران مدرسه شون بود. حالا اینا کوچولو بودن، حالا بزرگ شدن دیگه، ولی همین ریزه 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 پول جمع
برنامه‌ای هر سال برای اول مهرشون، شب یلداشون و برای نوروزشون ما خرید میکردیم. من میگم من خودم پول زیادی نمیدم، حتی همینجا هم من روز اولی که اومدم یادمه که به یه سری از دوستام که اینجا باهاشون حالا آشنا شدم، بچه‌ها شاید باورتون نشه هر کدوم ماهی 2 یورو به من میدن و اینجا یه دانشجوی رو من باهاش آشنا شدم که این از طرف پدر مادرش براش پول میریزن. بعد من هر ماه این 2 یورو 2 یورو یه پولی میشه، حدودا 50 یورو میشه، چون چند نفر هستن، یکی 2 یورو میده، یکی 5 یورو میده، معمولا ماهی 40-50 یورو میشه. بعد این آقایی که از من پول میگیره میگه خانم چرا همیشه به من 2 یورو 1 یورویی میدی؟ میگم آخه این قضیهش اینه آقای کیای، این وضعیتش مال این بچه هاست که ما هر ماه 2 یورو 1 یورو جمع میکنیم، اینقدر میشه. بعد من میدم اینا رو به شما، حالا این آقا با من این پولا رو جا به جا میکنه. ولی دوستان واقعا چون من سال هاست که برای این چند تا بچه پول جمع میکنم، سال به سال کمک ها کمتر شده چون که وضعیت مالی مردم توی ایران کم شده. من برادر خودم چون که صادرات انجام میداد و با یه آجیل فروش خوشبار کاشانی کار میکنه، این آجیل فروشی که آجیل فروشی بود و هر سال آجیل این بچه ها رو تعمیر میکرد، سال گذشته پسته رو و بادون رو نتونست تأمین بده، یعنی نخود چیکشنیش داد و شیرینی داد و یه کوچولو گردو داد و اینجور شد. ولی واقعا شرایط ایران به همین دلیلی که شاید هنوز خیلی ها نمیتونن خوب بدن. صحبت نمی کنم، فقط میخواستم پیشنهادم صندلی برای خانم احمدی بذارید. من میخواستم بگم که خانم احمدی دیگه تشریف ببرن باشه. نه خانم احمدی دیگه تشریف ببرن باشه. نه خانم احمدی دیگه تشریف ببرن باشه. نه خانم احمدی دیگه تشریف ببرن باشه. گفتم یه نظری دوستانه بدم. خیلی کار قشنگی میکنی، من خودم این کار رو انجام میدم. فردا دخترم سال نو، شب یلدا، آدمایی رو تو ایران پیدا میکنم و مبالغی رو برای دخترم میخوام لباس بخرم و این لباساش از دوستای دیگرش دریافت میکنه به اونا کمک میکنم. عالی، خیلی قشنگی که واقعا این کار رو انجام بشه، ولی ما داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم. ما داریم صورت مسئله مشکلات ملت ایران رو پاک میکنیم. ماها ملت شریفی هستیم، ایرانی ها ملت شریفی هستن، انسان های گشنه ای نیستن، انسان های گدایی نیستن. فرهنگ و تمدن ما از کوروش و داریوش میاد. چرا تو سر خودمون میزنیم؟ چرا 1 یورو 2 یورو 3 یورو؟ چرا باید محک داشته باشیم؟ کشوری که روی نفت خوابیده، کشوری که گاز داره، برق داره، نفت داره، ملت شریف داره، نیروی جوان داره، چرا باید گدا باشه؟ ما داریم گدا پروری میکنیم. الهی که یک روز چاه‌های نفت ایران، امیدوارم آقای گلزار صدای منو بشنوه، من فقط به احترام شما هم صدام بلند میکنم که قشنگ بشنوید آقای گلزار، امیدوارم یک روز چاه‌های نفت ایران بخشکه، گاز ایران تمام منابعش نابود بشه و انقلابی رخ بده در خور مردم و ملت ایران. چرا ما باید گدا پروری کنیم؟ این از هد ما میاد. اگه یه آقای کت و شلوار شیک میشه، من یه مثال کوچیک دارم میزنم، دلیل بر اصالت خانوادگی اون شخص نیست. ما هر جامعه کوچکی، هر جامعه بزرگی تشکیل شده از جوامع کوچک. یعنی من به فرزند خودم آموزش میدم، شما به فرزند خود آموزش میده، دیگری به فرزند خودش آموزش میده. اینا همه از جوامع کوچک تبدیل به جوامع بزرگ میشه. اون هده من اون بالا که داره گدا پروری میکنه، راندکاری میکنه، اختلاس میکنه، اونه که باعث شده من نوعی گدا بشم. اونه که باعث شده کودک کار در خیابان فراوان بشه. چرا ایران باید کودک کار داشته باشه که ما مجبور بشیم اینجا براش پول جمع بکنیم؟ این دلیل نمیشه که من آدم بدیم. خود آلمان هم کسایی هستن که وقتی که حرف ازش بنده میشه میگه دولت هست.
من نوعی تو یه نوعی وقتی به عنوان پناهنده وارد این کشور میشیم بعد به گروه میگه اوکی من چقدر باید به تو پول بدم؟ حق تو به عنوان یک شهروندی که وارد این کشور میشی ایکس اویغوه. تو باید بیمه داشته باشی که اگه مریض شدی به عنوان یک انسان به تو نگاه میکنن. این حق توه. چرا ملت ایران که در ایران به دنیا میان نباید حق داشته باشن؟ بعد من بیام محک بزنم، من بیام نمیدونم بیماران پروانه ای رو کمک کنم، اون بیاد فلان بکنه. ما در از هد باید درست بشه. اگر آقای شفایی اخلاق پسندیده ای نداشته باشه از سال 2000 تا کنون نمیتونسته همچین سازمانی رو راه اندازی بکنه. خیلی ممنون از شما. ممنون. من باید مردم ملت ایران شریف ببخشید دوستان عزیز، دیگه خیلی بحثمون طولانی شد با اینکه حالا میخواید صحبت کنید، ولی خب من عذرخواهی میکنم ازتون و اینکه خیلی هم ممنون از همگی که شرکت کردید، بحث کردید و آقای گلزار برای شما هم آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که هرچه زودتر تندرستی رو به دست بیارید.